بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم. با تدریس بخش چهارم حرکت نوسانی از فیزیک 12 در خدمتون هستم. در این قسمت کارمون رو با نمودار مکان زمان نوسانگر شروع میکنیم. همونجور که میدونید معادله مکان زمان حرکت نوسانی کوسینوسی هست، پس ما با یه نمودار کوسینوسی مواجه هستیم که هر بخش این تی چهارمه. ناحیه اول که کوسینوس مثبته، ناحیه دو که منفیه، ناحیه سه که منفیه و ناحیه چهار که مثبت هست. خب اینجا تی چهارم، دو تی چهارم، سه تی چهارم و چهار تی چهارم. خب حالا از این چجوری سوال میدن؟ دو تا نمونه سوال براتون حل میکنم. مثال اول در واقع یه نمودار مکان زمانه که از شما خواسته معادلات نمودارهای زیرا به دست آورید، بعد معادله اینو به دست بیارید. خب اگه دقت کنید اینجا تی چهارمه، اینجا دو تی چهارمه، اینجا سه تی چهارمه، یعنی الان سه تی چهارم ما یک دهمه، یعنی تیمون میشه چهاردهم به روی سه یا چهار سیوم، این میشه دور تناوبمون. امگا رو پیدا میکنیم میشه دو پی تیوم، میشه دو پی به روی چهار سیوم که میشه شست پی چهارم، که میشه پی شست پی چهارم میشه 15 پی. خب معادله مکان مگه نباید بشه آ کوسینوس امگا ت؟ اگه در اس آی بخوای بنویسی ایکس میشه 1/9 کوسینوس 15 پی تی. این میشه معادله مکان زمان این نمودار. بسیار خب، حالا معادله یک نمودار بعدی داریم که این نمودار رو هم باید معادلهش رو پیدا کنیم. ببینید اینجا یه خورده از قبلیه در واقع پیشرفته تره. اگه دقت بکنید نوسانگر از آ دوم به صفر اومده. ببینید من تو ویدیوی قبلی بهتون گفتم، گفتم که اگر از آ دوم به صفر بیای این میشه چی؟ تی دوازدهم. درسته؟ تی دوازدهم. پس در واقع اختلاف این دوتا زمان تی دوازدهم هستش. یعنی من میتونم بگم 1/20 منهای 1/30 میشه تی دوازدهم، میشه 1/60 مساوی تی دوازدهم، تی میشه 2/10 یا 1/5. خب حالا که تی رو پیدا کردم امگا رو پیدا میکنم. امگا مگه نبود دو پی تیوم؟ میشه دو پی به روی 2/10 میشه 10 پی. خب الان آماده هستم معادله رو بنویسم. ایکس بود چی؟ آ کوسینوس امگا ت. آمون 1/10 در کوسینوس 10 پی تی. این هم معادله نوسانگرمون خواهد بود. بسیار. اما موضوع بعدی دور تناوب دستگاه جرم و فنر هست. قبلا هم یه بار گفتیم امگا بود رادیکال کائموم، جای امگا 2 پی تیوم بذاریم تی میشه 2 پی رادیکال ام کائوم. دقت کنید چه فنر به صورت عمودی جرمی بهش وصل باشه، چه به صورت افقی روی سطح بدون اصطکاک، یا به صورت سطح شیبدار روی سطح بدون اصطکاک، دور تناوب هر ستای اینا 2 پی رادیکال ام کائوم خواهد شد و با هم تفاوتی نداره. پس اگر من خواسته باشم دور تناوب دو تا فنر رو با هم مقایسه کنم، دو تا دستگاه جرم و فنر رو، با ام مستقیمه، با کا عکسه، یعنی تی 2 به تی 1 میشه ام 2 به ام 1 در کا1 به کا2. قبلا هم گفتم اگه فنری رو بشکونیم یا تیکه کنیم ببریم، به همون نسبت کاهش افزایش پیدا میکنه. اگه فنری رو به دو قسمت مساوی کنیم کاهش میشه 2 کا، هر کدوم از اونا میشن 2 کا. اگه 3 قسمت کنیم هر کدوم اونا ثابتشون میشه 3 کا. در قسمت بعدی انرژی نوسانگر رو براتون خواهم گفت. خب مبحث انرژی نوسانگر، ببینید نوسانگر ما موقعی که به فنر وصله و داره نوسان میکنه دو نوع انرژی داره. اولین نوعش انرژی پتانسیله و دومیش انرژی جنبشی. انرژی پتانسیل در مجموعه سامانه جرم و فنر ذخیره میشه. خب حالا این انرژی فرمولش رو در فیزیک 10 بهتون نگفتن. اگر خاطرتون باشه فقط میدونستید که فنر یه انرژی داره که یو ای، یو الاستیک، منفی کار نیروی فنر بود، منفی دبلیو ای. ولی اینجا من میخوام بهتون معرفی کنم اگر فنری ثابتش کا باشه، طولش از حالت عادی ایکس تغییر کرده باشه،
حالا یا زیاد شده باشه یا کم شده باشه. یو میشه 1/2 کا ایکس 2. پس ایکس تغییر طول فنره. خب اگه دقت کرده باشین تو قسمت قبلی همین ویدیو گفتیم که کا در واقع اومگا بود چی؟ رادیکال کائموم. از اینجا کا میشه چی؟ ام اومگا 2. شما اینجا به جای کا بذار ام اومگا 2. پس یو میشه 1/2 ام اومگا 2 ایکس 2. انرژی پتانسیل. کی این انرژی ماکسیمومه؟ موقعی که فنر بیشترین بازشدگی یا بیشترین کشیدگی رو داشته باشه، دو سر پاره خط. پس بیشترین انرژی پتانسیل کجاست؟ دو سر پاره خط. اون وقت وقتی به جای ایکس بذاری آ، یعنی به جای بود بذاری دامنه، یعنی یو ماکس میشه 1/2 کا آ 2 که به جای کا دوباره گذاشتیم چی؟ ام اومگا 2 میشه 1/2 ام اومگا 2 آ 2. من اومدم اومگا رو باز کردم جاش 2πf نوشتم، میشه دیگه، میشه 4π2f2 که 4ش پایین 2 میره میمونه 2، 2mp2f2a2. این یو ماکسه، بیشترین مقدار انرژی پتانسیل در واقع دستگاه جرم و فنر که مربوط به نوسانگر هست در دو سر پاره خط. خب این انرژی پتانسیل بود، امیدوارم یاد گرفته باشین. اینو الان انرژی جنبشی رو براتون میگم. خب انرژی جنبشی دیگه نیاز به معرفی نداره، هممون میدونیم انرژی جنبشی جسمی که جرمش m باشه با سرعت v حرکت کنه کا میشه 1/2 mv2، درسته؟ خب کجا کا ماکسیمومه؟ تو وسط پاره خط، مثل آونگی که تاب میخوره تو وسط بیشتر سرعت داره. پس کای ماکس میشه 1/2 mv ماکس به توان 2 در وسط. حالا میریم سراغ مقایسه انرژی ها. قرار ما این هست که نوسانگر بدون اصطکاک، بدون اتلاف نوسان کنه. پس در واقع انرژی مکانیکی در سرتاسر پاره خط نوسان ثابت و یکسانه. تو وسط کا ماکسه، یو صفره، چون دیگه اینجا فنر طول عادی داره، نه بازشدگی داره نه فشردگی. در دو سر پاره خط بیشترین بازشدگی یو ماکس، سرعت صفر کا صفر، بیشترین فشردگی یو ماکس کا صفر. بنابراین اینجا انرژی مکانیکیمون میشه یو ماکس، اینجا انرژی مکانیکیمون میشه کای ماکس، اینجا میشه یو ماکس. خب من که گفتم انرژی مکانیکی در سرتاسر این پاره خط ثابت و برابره، پس میتونیم بگیم که اگه انرژی اینجا با اینجا برابره، این الان کای ماکس ماست دیگه، الان این کای ماکسه. خب یعنی کای ماکس با یو ماکس برابره. این میدونی درست مثل جسمی که از بالا سقوط میکنه همه انرژی پتانسیلش به انرژی جنبشی به طور کامل تبدیل میشه، اینطوریه. اینجا کامل انرژی پتانسیل میشه به جنبشی تبدیل میشه. جای کای ماکس گذاشتم 1/2 ام وی ماکس به توان 2، یو ماکس هم که گفتیم یو بود 1/2 کا ایکس 2، یو ماکس بود 1/2 کا آ 2. 1/2 رو با هم زدم، به جای کا گذاشتم ام اومگا 2، ام با ام رفته، وی ماکس به توان 2 میشه اومگا 2 آ 2. پس وی ماکس میشه آ اومگا. این اثباتو بلد باشید، مهمه و خیلی هم تو تستا به درد میخوره. سرعت ماکسیموم در حرکت نوسانی کجا اتفاق میفته؟ وسط پاره خط نوسانی که میشه چی؟ آ اومگا. این میشه سرعت ماکسیموم. خب تو قسمت بعدی نمودارهای انرژی رو با هم مقایسه میکنیم، دقت بکنیم. اولین نمودار، نمودار انرژی پتانسیل بر حسب ایکس هست، سهمیه یو مساوی 1/2 کا ایکس 2، مثل ایگرگ مساوی ایکس 2. سهمی که مینیمومش درست نقطه 0 و 0 توش ست میکنه و در آ و منفی آ ماکسه، که اینجا میشه 1/2 کا آ 2 و 1/2 کا آ 2. خب اما انرژی جنبشی رو بر حسب ایکس میخوایم رسم بکنیم، یعنی این دفعه کار رو بر حسب ایکس میخوایم رسم کنیم. مگه میشه کار رو بر حسب ایکس رسم کرد؟ آخه کار که بود 1/2 ام وی 2 بر حسب ایکس نبود. چرا؟ شدنیه. اگه بنویسیم کار مساوی ایمن های یو، خب یو رو که قبلا رسم کردیم، یو این بود دیگه، حالا من های یو کجا میشه؟ میاد اینجا میفته، یعنی قرینه اون بالایی اینجا میفته، این میشه من های یو. با یه ای جمع میشه میره بالا، میاد تا اینجا که ای همون یو ماکس یا کای ماکسه، دقیقا میاد بالا و عکس این میشه و این دوتا کاملا نشون میده یو کا
قرینه هم عمل میکنن. درست زمانی که یو صفره کا ماکسه و برعکس یو ماکسه کا صفره، درسته؟ و اینها اگر برن توی یک نمودار، یک نمودار جالب و جذاب ایجاد میکنن. ای بر حسب ایکس، این کا ماست، اینم یو ماست. در دو سر پاره خط یو ماکسه کا صفره، در وسط کا ماکسه یو صفره، درسته؟ حالا اینجا سوال جالب از این نکته است که اونجایی که این دوتا با هم برابر میشن کجاست؟ اونجایی که این دوتا با هم برابر میشن، یعنی یو با کا برابر میشه، ایکس هست رادیکال دو دوم آ. خیلی مهمه، تو تستا بسیار با اهمیته که این نقطه رادیکال دو دوم آ. دونستن این نمودار و این موضوع به شما خیلی کمک خواهد کرد. اثباتش هم الان براتون خواهم گفت. بچه ها اینجا مگه یو کا برابر نیست؟ وقتی یو با کا برابره، مگه این نبود یو به اضافه کا؟ پس این میشه یو به اضافه یو، یعنی این میشه دو یو، چون یو و کا برابرن. مگه این نبود یک دوم کا آ دو یو ماکس میشد؟ اینم هست یک دوم کا ایکس دو، یک دوم کا آ دو، یک دوم کا ایکس دو، یک دوم کا میرن، پس آ دو میشه دو ایکس دو، یعنی ایکس میشه رادیکال دو دوم آ. به همین راحتی اینجا و اینجا هم که میشه منفی رادیکال دو دوم آ. بسیار خوب، این نمودار رو خوب یاد بگیرید، چون فوق العاده کارایی داره و تو تستا هم میاد. موضوع بعدی که باز تو تستا خیلی به دردتون میخوره، مقایسه انرژی ها بر حسب مکان هست. چجوری؟ مثلا میگن آقا اگر بعد نوسانگر نصف بعد ماکسیموم باشه، نسبت انرژی مثلا جنبشی به انرژی مکانیکی، نسبت انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل، یعنی ایکس رو یه جوری ضریبی از دامنه به شما میدهند و از اون ور نسبت انرژی ها رو از شما میخواهند. خب یو به ای، یو بود یک دومه کا ایکس دو، ای بود یک دومه کا آدو، از یو به ای میشه ایکس دو به آدو. خب حالا کا به ای، به جای کا گفتم ای منهای یو به ای که میشه یک دومه کا آدو منها یک دومه کا ایکس دو به یک دومه کا آدو. یک دومه کا با هم برن، کا به این میشه آدو منها ایکس دو به آدو. این رابطه و این رابطه رو به هم تقسیم کنی، ایا با هم میرن، یو به کا میشه ایکس دو به آدو منها ایکس دو. خب اینا رو گفتم، ولی ذهنی هم میشه گفت. بذارید یه چیزی رو با هم ذهنی کار کنیم. یه مثال، وقتی ایکس باشه یک دومه آ، وقتی ایکس باشه یک دومه آ، نمیخوام سراغ این رابطه ها برید، یعنی نصف دامنه، یعنی انرژی پتانسیل یک چهارم انرژی مکانیکی، نصف یک چهارم انرژی مکانیکی، انرژی پتانسیل ماکسیمومه. خب پس یعنی یو به ای میشه یک چهارم. خب مگه کا کامل کننده یو نیست؟ پس کا به ای میشه سه چهارم، پس کا به یو میشه سه. یه مثال دیگه، فرض بکنید که ایکس باشه یک سوم آ، پس یو به ای میشه یک نهم، کا به ای میشه هشت نهم، کا به یو میشه هشت برابر. اینا رو میشه ذهنی هم فهمید و گفت، ولی خب این رابطه ها رو قبلش بدونیم به اون ساختار ذهنیمون کمک بیشتری میکنه که بتونیم سوال ها رو بهتر حل بکنیم. امیدوارم از این قسمت هم استفاده کرده باشید. مثال 28، نوسانگری روی پارخطی به طول 12 سانتی متر نوسان میکند، دو جابجایی مساوی بدون تغییر جهت و متوالی که مجموع آنها دامنه است انجام میده. اگر هر یک از این جابجایی ها 400 ثانیه انجام بشه، بیشینه سرعت این نوسانگر چقدر؟ خب این معناش اینه که این چیزی که الان داره میگه، یعنی از منفی آ دوم به آ دوم رفته. با توجه به این چیزی که الان داره شرح حالی که میده، میگه دو تا جابجایی مساوی و متوالی که مجموعشون میشه دامنه، یعنی در واقع از منفی آ دوم به مثبت آ دوم رفته، که الان این مجموعه جابجایی میشه چی؟ آ. خب و میدونیم هر کدوم از اینا هم تی دوازده هم میشه. خب یعنی تی دوازده هممون هست 400، تی میشه 48، اومگا میشه 2 پی به روی تی، میشه 2 پی به روی 48، میشه 200 پی 48. خب اما این اومگا دامنه نوسان رو هم که چون طولش 12، طول پاره خط 12، پس دامنه میشه 6 سانتی متر.
خب سرعت ماکسیموم یا سرعت بیشینه چی میشد؟ آ اومگا میشه 600 ضرب در 200 پی به روی 48. 200 با 100 ساده میشه 2. 2 6 تا 12 تا 12 ضرب در 3 12 ضرب در 3 به روی 48 خب میشه 3 4 گزینه 3 درسته. مثال 29 نوسانگری به جرم 100 گرم روی پار خطی به طول 20 سانتی متر حرکت هماهنگ ساده انجام میدهد، در مدت 1/4 ثانیه از مرکز نوسان به انتهای مسیر میرسد. انرژی جنبش نوسانگر در مرکز نوسان چقدر است؟ خب ما میدونیم که انرژی جنبشی کاه هست 1/2 mv2، کاه هست 1/2 mv2. تو مرکز نوسان سرعت ماکسیمومه، وقتی سرعت ماکسیمومه کاه ماکسه، پس میشه 1/2 mv ماکس به تعادل دو. و ما میدونیم که وی ماکس هست آ اومگا، پس میشه 1/2 m در آ اومگا به تعادل دو. خب چیزایی رو که داریم حساب میکنیم، جرمو داریم 100 گرم میشه 1/10 کیلوگرم، دامنه رو داریم 10 سانتی متر، دور تناوب رو میتونیم پیدا کنیم، در مدت 1/4 از مرکز به انتها میرسه، یعنی تی 4مون هست 1/4، تیمون میشه 1، تیمون بشه 1، یعنی اومگامون میشه 2 پی به روی 1 یا همون 2 پی. خب میتونیم الان کای ماکس رو پیدا کنیم، میشه 1/2، جرمش چقدره 1/10، دامنه چقدره چون طول پار خط 20 سانته میشه 1/10 به توان 2 و بعد ضرب در اومگا به توان 2 که میشه 4 پی 2. چون پی 2 رو گفته 10 بگیرید با اون 1/10 ساده میشه، میره 4 با 2 ساده میشه 2، 2/100. 2/100 جول ضرب در 1000 کنی میشه 20 میلی جول، گزینه 3 درست. مثال 30 وزنه روی پاره خطی به طول 16 سانتی متر حرکت هماهنگ ساده انجام میدهد. اگر بیشینه انرژی جنبشی وزنه 40 میلی جول باشد، بیشینه نیروی وارد بر نوسانگر. خب انرژی جنبشی هست 1/2 mv2. انرژی جنبشی ماکسیموم هست 1/2 mv ماکسیموم به توان 2 که میشه 1/2. میدونیم سرعت ماکسیموم آ اومگا، آ 2 اومگا 2. خب ما از اینجا چه چیزایی رو داریم؟ انرژی جنبشی وزنه بیشینه انرژی جنبشی وزنه 40 میلی جوله. 1/2 جرمو نداریم، دامنه رو داریم، 4 در واقع چون پاره خط به طول 16 سانتی متر هست، پس بنابراین دامنه میشه 8 سانتی متر به توان 2. اومگا رو هم که نداریم، پس اومگا 2. از اینجا اومگا 2 رو ام اومگا 2 رو میتونیم پیدا کنیم. الان میشه 4 در 10 به توان منفی 2 مساوی است با، خب 1/2 ضرب در 64 در 10 به توان منفی 4 ام اومگا 2. ام اومگا 2 پیدا میشه. خب از اینجا ام اومگا 2 میشه 108. میریم سراغ نیرو. اف هست کا ایکس، اف ماکس میشه کا آ، به جای کا ام اومگا 2 گذاشتم، پس شد ام اومگا 2 آ، این شد اف ماکس. خب حالا اف ماکس به جای ام اومگا 2 همون 108 میذارم، بعد آن که دامنه شده چقدر؟ 8 سانتیمتر دیگه، ضربشون میشه 1، گزینه 1 درست. مثال 31 نوسانگری به جرم 100 گرم روی پار خطی به طول 20 سانتیمتر حرکت هماهنگ ساده انجام میدهد، در مدت 1/4 ثانیه از مرکز نوسان به انتهای پار خط میرسد. پس بنابراین میشه گفتش که دور تناوب ما، یعنی تی 4 ما شده 1/4، یعنی دور تناوب هست 1. انرژی جنبش نوسانگر در مرکز نوسان، الان اومگا میشه 2 پی، تیوم میشه 2 پی، بعد انرژی جنبشی در مرکز نوسان کای ماکس میشه 1/2 ام وی ماکس به توان 2 یا 1/2 ام آ اومگای به توان 2، وی ماکس آ اومگاست دیگه، پس میشه 1/2 ضرب در جرمش 100 گرم میشه 1/10. حالا آ به توان 2 چون 20 سانتی متر، دامنه میشه 1/10 به توان 2 میشه 1/100، اومگا 2 هم میشه 4 پی 2 میشه 20 میلی جول، گزینه 3.
مثال 32 رابطه انرژی جنبش نوسانگر ساده به این صورت است: در لحظه تی مساوی 120 انرژی پتانسیل چقدر است؟ اگه به این رابطه نگاه کنیم، بیشترین مقدار کا زمانی که سینوس 1 باشه دیگه، یعنی الان کای ماکسیموم هست 36000. خب توی درسنامه دیدید که کای ماکسیموم زمانی اتفاق میفته که یو صفر بشه، یعنی وسط پاره خط. پس وقتی کا ماکسه یو صفره و ای مگه نبود یو به اضافه کا، پس میشه صفر به اضافه کای ماکس، یعنی ایمون میشه 36000. میدونیم که ای با کای ماکس برابره. خب وقتی که ایمون 36000 کافیه کار رو پیدا کنیم، ازش کم کنیم، زمان رو بهش میدیم، تی رو بدیم 120، کا میشه 36000، سینوس پی سوم میشه رادیکال 3/2، به توان 2 میشه 3/4، در واقع اینجا میشه 27000. خب ما الان انرژی پتانسیل رو میخواییم، یو میشه ای منهای کا، میشه 36000 منهای 27000 میشه 9000. مثال 33 در لحظه که بعد نوسانگر 1/4 بعد ماکسیموم است، x هست 1/4 a، انرژی جنبشی چه کسی از انرژی مکانیکی است؟ ذهنیش این میشه وقتی x 1/4 a هست، یعنی انرژی پتانسیل 1/16 انرژی مکانیکیه، پس انرژی جنبشی 15/16 میشه. حالا اگه خواستیم بنویسیم، میشه کا به ای برابر است با آ دو منهای ایکس دو به آ دو، میشه آ دو منهای 1/16 آ دو به روی آ دو، کلن میشه 15/16. مثال 34 در لحظه که انرژی جنبشی نوسانگر ساده ای 8 برابر انرژی پتانسیل است، بعد نوسانگر چه کسی از دامن است؟ وقتی کا هست 8u، خب ای نمیشه کا به اضافه یو، میشه 9u. خب ای هست 1/2 کا a2، یو هست 1/2 کا x2، پس در واقع x میشه 1/3 دامنه. مثال 35 در فاصله 3 سانتی متری از مرکز نوسان، انرژی پتانسیل نوسانگری 0.5 جول و انرژی جنبشی آن 1.5 جول است، یعنی انرژی مکانیکی میشه 2. در فاصله 2 سانتی متری از یک انتهای مسیر، انرژی جنبشی نوسانگر چند جول است؟ خب نیاز هست دامنه رو پیدا کنیم. در اون حالت اول که در فاصله 3 سانتی متری از مرکز بود، من میتونم بگم یو به ای، یو به ای مگه نیست ایکس دو به آ دو؟ الان یومون نیمه، ایمونم که دوه. خب ایکسمون چنده؟ الان اینجا ایکسمون 3 هست به آ به توان 2، نیم به 2 که میشه 1/4 مساوی است با 9 به آ دو، از اینجا آ میشه 6. خب وقتی دامنه 6ه، این گفته در فاصله 2 سانتی متری از یک انتهای مسیر، وقتی 2 سانتی متر از انتهای مسیر فاصله داشته باشه، یعنی بعدش 4 دیگه، ببینید نیومده بعدو بده، میگه توی حالت دوم فرض کنید که 2 سانتی متر از انتهای مسیر فاصله داشته باشه، خب وقتی دامنه 6ه پس بعدمون میشه 4. پس تو این حالت نسبت انرژی جنبشی نوسانگر رو میخواد. خب چون انرژی جنبشی نوسانگر رو میخواد، من میتونم بگم که کا به ای برابر است با آ دو منهای ایکس دو به آ دو. کا رو ندارم، ایمون 2 بود، ای ثابته دیگه، آ دو میشه 36 منهای 4/2 16 به روی 36. خب 36 منهای این میشه 20، 20 ضرب در 2 میشه 40، 36 یا 10/9، یعنی گزینه 1 میشه. مثال 36 یک ذره به جرم 2 گرم با دامنه 4 سانتی متر نوسان میکنن، اگر بیشتر انرژی جنبشی رو داده باشه فرکانس رو میخواد. خب ببینید کای ماکس مگه نمیشه 1/2 ام وی ماکس به توان 2، که به جای وی ماکس میتونیم بذاریم آ اومگا به توان 2. کای ماکس هست 4π2/10^-5، 1/2. جرمش هست 2000، دامنه به توان 2، یعنی چی؟ یعنی 16 به روی چون 400 بوده دیگه به توان 2 میرسه. بعد به جای اومگا من میتونم بنویسم
دو پی اف دیگه به تمام دو برسه میشه 4 پی دو اف دو. الان 4 پی دو از طرف این ساده میشه، 4 پی دو که ساده میشه هیچی، 10 به توان منفی 5 هم با این 10 به توان 5 که سمت راست تو مخرج هست با 10 به توان 6 که هست میشه 10. پس میشه 10 اون 2 با اون 2 ساده میشه 10 به روی 16، 100 به روی 16، 100 درسته چون جه 10 به توان 7 ضرب 10 به توان منفی 5 اون 2000 بوده. خب پس بنابراین جذرشو بگیریم F میشه 10 چهارم یا 2 نیم. مثال 37، در لحظه ای که بعد نوسانگر نصف بعد ماکسیموم است یعنی X هست 1 دوم A، انرژی جنبشی چه کسری از انرژی جنبشی ماکسیموم است؟ خب ببینید مگه U نمیشه 1 چهارم E، چون U هست 1 تومه KX2، E هست 1 تومه KA2. خب وقتی U باشه 1 چهارم E، بنابراین K میشه 3 چهارم E، چون باید کاملش کنه دیگه، انرژی جنبشی 3 چهارم انرژی مکانیکیه که انرژی مکانیکی هم همون کای ماکس دیگه، پس میشه 3 چهارم انرژی مکانیکی با کای ماکس برابره. مثال 38، دامنه یک نوسانگر به جرم 20 گرم برابر 5 سانتی متر و دور تناوب آن 0.2 است. انرژی کل نوسانگر، شما میتونید بگید انرژی کل نوسانگر مگه با کای ماکس برابر نمیشه یا با یو ماکس؟ فرق نمیکنه. حالا این دفعه از یو ماکس استفاده میکنیم که میشه 1/2 کا آ2، میشه 1/2 ام اومگا 2 آ2. خب پس میشه 1/2 ضرب در 20 به روی 1000، اومگا رو می‌نویسم 2 پی به روی تی، تیمون 0.2 به توان 2، دامنه هم که میشه 5 صدم به توان 2 که محاسبه میشه. مثال 39، در شکل روبرو نمودار مکان زمان دو نوسانگر آب را نشان میده. جرم نوسانگر B 5 برابر جرم نوسانگر A است. تست کنکور بوده. انرژی مکانیک نوسانگر A چند برابر انرژی نوسانگر B است؟ خب همونجور که دارید میبینید دامنه B 2 دامنه A 10، پس میشه گفتش که دامنه A 5 برابر دامنه B، دامنه A 5 برابر، چون نسبت ها رو میخواییم دیگه، دامنه B. خب بعد از لحاظ دور تناوب هم وقتی که A یه دوره کامل داشته در اصل B 1 2 3 4 تا داشته، پس میشه گفتش که دور تناوب A 4 برابر دور تناوب B. از اونجایی که اومگا هست دو پیتیوم یعنی اومگا با تی نسبت عکس داره، پس اومگای بی 4 برابر اومگای آ هست. بریم سراغ نسبت انرژی ها. انرژی که میدونید فرمولش میشه 1/2 ام اومگا 2 آ 2، پس میشه گفتش که انرژی آ به انرژی بی میشه ام آ به ام بی، اومگای آ به اومگای بی به توان 2، آی آ به آی بی به توان 2. که خب نسبت جرم ها میشه چی؟ ام آ به ام بی، ام آ به ام بی میشه 1/5، اومگای آ به اومگای بی میشه 1/4 به توان 2 میرسه، بعد آی آ به آی بی، آی آ به آی بی هم که میشه 5 به توان 2. خب یه دونه 5 به یه دونه 5 ساده میشه و در نهایت 5/16 خواهد شد، گزینه 1. مثال 40، نوسانگر ساده روی محور X نوسان میکند و مبدا مکان منطبق بر مرکز تعادل نوسانگر است. اگر انرژی جنبشی در مکان X مساوی 0 یعنی در مرکز 24 صدم باشه، که انرژی جنبشی ماکسیمومه دیگه، 24 صدم باشه، انرژی جنبشی در مکان X مساوی 1/2 A چقدر است؟ ببینید یعنی الان ایمون 24 صدمه، میدونیم نسبت K به E میشه A2 منهای X2 به A2. من قبل از اینکه از این رابطه انرژی جنبش رو پیدا کنم میتونم ذهنی بهتون بگم در مکان X مساوی 1/2 A یعنی انرژی پتانسیل 1/4 انرژی جنبشیه،
انرژی مکانیکیه، یعنی انرژی پتانسیل یک چهارم انرژی مکانیکیه. پس انرژی جنبشی میشه سه چهارم انرژی مکانیکی، یعنی سه چهارم ضرب در 24 صدم میشه 18 صدم. اما حلش میکنیم، کامونو نداریم، نسب ایمون چقدر شد؟ 24 صدم. حالا آدو منهای ایکس دو، یعنی میشه آدو منهای یک چهارم آدو به روی آدو، پس میشه کا به روی 24 صدم مساوی 3 چهارم، بنابراین کا میشه 18 صدم. مثال 41، معادله انرژی جنبشی مکان یک نوسانگری در SI به این صورت است. دامنه حرکت چقدر است؟ خب ما میدونیم که کا هست ای منهای یو، پس ما متوجه میشیم که ای ما هست 16 صدم. از اون طرف یو مگه نمیشه یک دوم کا ایکس دو؟ که مساوی شده با 400 ایکس دو. خب پس میشه گفتش که یعنی کامون هست 800، ای هست یک دوم کا آ دو مساوی 16 صدم شده. خب یک دوم کامون میشه 400 آ دو مساوی 16 صدم، از طرف این جذب میگیرم 20 آ میشه 14 هم، بنابراین آ میشه 2 دهم به روی 10، میشه مساوی است با 2 صدم متر یا 2 سانتی متر. گزینه یک درست. مثال 42، نوسانگری به جرم 200 گرم به انتهای فنری که ثابت آن 20 است بسته شده روی سطح افقی به طول 10 سانتی متر حرکت هماهنگ ساده انجام میدهد. انرژی جنبشی نوسانگر در نزدیک از 2 سانتی متری مرکز نوسان عبور میکند. وقتی پار خط ما طولش 10 سانتی متره، یعنی دامنه 5 سانتی متره، پار خط 10 سانتی متره، دامنه 5 سانتی متره، جرم 200 گرم، 2 کیلوگرم، ثابت فنر هم 20. بعد گفته انرژی جنبشی نوسانگر در لحظه‌ای که از 2 سانتی متری مرکز نوسان عبور می‌کند. من ابتدا انرژی مکانیکی رو پیدا می‌کنم. انرژی مکانیکی میشه 1/2 کا آ2 میشه 10 ضرب در 25 به روی 10000. بنابراین میشه 25 میلی جول. خب حالا وقتی که در لحظه که از 2 سانتی متری مرکز نوسان عبور کنه، وقتی از 2 سانتی متری عبور کنه، یعنی انرژی پتانسیلمون 4/25 نسبت چی؟ ایکس دو به آدو، 4/25 انرژی مکانیکیه. پس انرژی جنبشمون میشه 21/25، 21/25 میشه همون 21. حالا من براتون می نویسم که کا به ای مگه نمیشه آدو منهای ایکس دو به آدو. ما الان دنبال پیدا کردن کا هستیم، ایمون هم که 25، آمون هم 5 به تان دو میشه 25، منهای فاصله 2 سانتی متری گفته 2 تا 2 میشه 4، اینجا هم میشه 25 و 25 میره، کا میشه 21، گزینه 3 21 میلی ژول در اصل. مثال 43، در لحظه اینکه مکان متحرک نصف بعد ماکسیمم است، سرعت متحرک چه کسری از سرعت ماکسیمم است؟ ببینید وقتی x هست 1/2 a، پس u میشه 1/4 e، پس کا میشه 3/4 e، پس میشه گفت 1/2 mv2 مساویه با 3/4 در 1/2 mv max به تان 2. میتونیم به جای ای بذاریم 1/2 mv max به تان 2 دیگه، پس v میشه رادیکال 3/2 v max. مثال 44، در لحظه که انرژی جنبش یک نوسانگر 3 برابر انرژی پتانسیل است، یعنی کا باشه 3u. خب اگه کا باشه 3u، یعنی که میشه گفت مگه ای نیست کا به اضافه یو؟ ببینید سرعت نسبت به سرعت بیشینه میخواد، بعد یو حذف بشه، پس من میتونم بگم که ای برابر است با کا به اضافه 1/3 کا، کا به اضافه 1/3 کا، به جای یو گذاشتم 1/3 کا، یعنی ای میشه 4/3 کا.
پس میشه گفتش که وی مکس به توان دو میشه 4/3 وی دو. ببینید به جای ای گذاشتم 1/2 ام وی مکس به توان دو، به جای کام گذاشتم 1/2 ام وی دو، 1/2 ام رو با هم زدم، از اینجا وی میشه رادیکال 3/2 وی مکس. مثال 45، اگر ای و ام به ترتیب انرژی مکانیکی و جرم یک نوسانگر ساده باشد، سرعت نوسانگر در لحظه عبور از نقطه تعادل کدام است؟ ببینید در لحظه عبور از تعادل اونجا انرژی مکانیکی با کاما، اونجا کاماکس دیگه، در اون لحظه کاماکس، بنابراین میتونیم بگیم که ای مساوی است با 1/2 ام وی دو، یعنی وی دو میشه 2 ای ام، یعنی وی میشه 2 ای ام زیر رادیکال یا به توان 1/2، گزینه 4 میشه. مثال 46، در لحظه که انرژی جنبش یک نوسانگر کا 3 برابر انرژی پتانسیل است، سرعت نوسانگر چند برابر بیشینه سرعت است؟ خب ای هست یو به اضافه کا، به جای یو میگیم 1/3 کا به اضافه کا میشه 4/3 کا. سوال بالاترم بوده 4/3 کا. به جای ای انرژی مکانیکی میگم 1/2 ام وی ماکس به توان دو، به جای کا میگم 1/2 ام وی دو. خب 1/2 اما با هم میرن، از اینجا وی دو میشه 3/4 وی ماکس، وی میشه رادیکال 3/2 وی ماکس. مثال 47، در شکل مقابل جسم متصل به فنر روی سطح افقی بدون اصطکاک نوسان میکند، حداقل و حداکثر طول فنر 34 و 52 سانتی متر است. در لحظه که انرژی پتانسیل کشتانی 76 ژول است، تندی جسم چقدر است؟ خب اولا من انرژی مکانیکی رو پیدا کنم. انرژی مکانیکی فرمولش چی بود؟ 1/2 کا آ2 یا 1/2 ام اومگا 2 آ2 میشه 1/2. جرمش چقدره؟ 1/10 کیلوگرم. به جای همون ما میتونیم به جای ام اومگا 2 همون کا رو در نظر بگیریم، نیاز نیست باز بکنیم، کا رو به ما داده، 1/2 کا میذارم، به جای کا میذارم 200. بعد دامنه، ببینید وقتی بین 34 و 52 نوسان میکنه، یعنی که دامنش نصف این طول پار خط، این پار خط الان 18 سانتی متر، دامنش میشه 9 سانتی متر، پس 9 سانتی متر به توان 2 میشه 81 به روی 10000. پس انرژی مکانیکیمون به دست میاد، عددی که به دست میاد 81/100 ژول هست. بسیار خوب. خب وقتی که انرژی پتانسیل، اگه انرژی پتانسیل باشه، انرژی پتانسیل باشه 76/100، خب انرژی مکانیکی که ثابت هست 81/100 دیگه. الان اون وقت یعنی مگه ای نمیشه یو به اضافه کا؟ چون جای ای بذارید 81/100، جای یو بذارید 76/100، از اینجا کا میشه چقدر؟ 500. خب کا هست 1/2 ام وی دو دیگه، مساوی 500، جرمش هم داریم میشه 1/2 ضرب در جرمش 1/10 وی دو مساوی 500، 1/2 در 1/10 500 میشه، پس وی دو میشه 1، وی هم میشه 1 متر بر ثانیه، یعنی گزینه 1 درسته. مثال 48، نمودار انرژی پتانسیل و اسم انرژی جنبشی مطابق شکله، اگر جرم این نوسانگر 600 گرم باشه، تندی آن هنگام عبور از تعادل چقدر است؟ خب الان در یک زمان به خصوصی به هر حال انرژی پتانسیلمون شده 5/10 و انرژی جنبشیمون شده 7/10، پس انرژی مکانیکیمون میشه 1/2. خب تندی هنگام عبور از وضع تعادل میدونیم همون وی مکسه، در هنگام عبور از وضع تعادل ما هم که میدونیم که کای مکس میشه همون انرژی مکانیکی که 1/2، جای کای مکس میذاریم 1/2 ام وی مکس به توان 2 مساوی است با 1/2. جرم رو هم که داریم 600 گرم میشه 1/2 ضرب در 6/10 وی مکس به توان 2 مساوی 1/2، از اینجا وی مکس به توان 2 میشه 4، وی مکس میشه 2، گزینه 4 درست. مثال 49، نمودار انرژی پتانسیل نوسانگر ساده ای به شکل مقابل است،
در چه فاصله از مرکز نوسان انرژی جنبشی 3 برابر انرژی پتانسیل می شود؟ خب جایی که انرژی مکانیکی نصف میشه در واقع اینجا در اصل جایی که یو شده 1/2 ای، پس کام میشه ای دوم، یعنی دقیقا جایی که یو با کا برابره و اینجا قبلا تو درس گفتیم ایکس مساوی رادیکال 2/2 آ هست، پس میشه گفت 5 هست رادیکال 2/2 آ، بنابراین آ میشه 10 به روی رادیکال 2 که اگر گویا بکنی میشه 5 رادیکال 2، این میشه دامنه. خب در چه فاصله از مرکز نوسان انرژی جنبشی 3 برابر انرژی پتانسیل است؟ اگه انرژی جنبشی 3 برابر انرژی پتانسیل باشه، یعنی ای هست کای به اضافه یو، میشه 3U به اضافه یو، یعنی یو هست 1/4 ای. میدونید که یو هست 1/2 کا ایکس 2، ای هست 1/2 کا آ 2، پس میشه گفت x2 مساوی 1/4 a2، پس در واقع x در چنین حالتی هست 1/2 a، آمونم که 5 رادیکال 2ه، پس میشه 5 رادیکال 2/2، گزینه 1 میشه. مثال 50، معادله حرکت هماهنگ ساده رو داده، در چند سانتیمتری مبدا انرژی جنبش نوسانگر برابر با انرژی پتانسیل است. گفتیم وقتی انرژی پتانسیل و جنبشی با هم برابر میشن کجا اتفاق میفته؟ در رادیکال 2/2 آ، یعنی رادیکال 2/2 ضرب در 2/100، یعنی که 1/100 رادیکال 2 به متر که میشه همون رادیکال 2 سانتیمتر گزینه 3. مثال 51، یک نوسانگر ساده به جرم 125 گرم بین دو سر پاره خط MN به طول 12 سانتیمتر حرکت میکنند. در فاصله 4 سانتیمتر از وسط پاره خط انرژی پتانسیل آن 1 جول است. اندازه سرعت هنگام عبور از وسط MN چقدر است؟ بهتره که ای رو پیدا کنیم. وقتی در فاصله 4 سانتیمتری انرژی 1 جوله، ببینید دامنه اینجا چقدره؟ دامنه 6 سانتیمتره. خب شما میدونید که یو به ای میشه x2 به a2. الان یومون چقدره اونجا؟ 1 جول. ای رو نداریم. تو چه فاصله ای شده 1 جول؟ تو فاصله 4 سانتیمتری به توان 2، اونم که دامنه به توان 2. پس در واقع ای میشه 36/16 که به 4 ساده کنیم میشه 9/4. این میشه مقدار انرژی مکانیکیمون. حالا میدونیم که ای برابر است با 1/2 ام وی مکس به توان. ببینید ای با کای مکس برابره، پس من میتونم بگم ای برابر است با کای مکس، پس 9/4 مساوی 1/2 ام وی مکس به توان. سرعت آن هنگام عبور از وسط پاره خط همون وی مکس دیگه، پس میشه 9/4 مساوی 1/2 ضرب داره. جرمش چون 125 گرمه میشه 125 هزارم کیلوگرم، 125 هزارم کیلوگرم میشه 1/8 کیلوگرم وی مکس به توان 2. خب الان از اینجا 8 2 تا 16 با 4 ساده میشه، این ور یه 4 میمونه، 4 9 تا هم 36 تا، جذرش میشه 6، پس بنابراین گزینه 1 میشه. مثال 52، یک نوسانگر با دامنه 10 سانتی متر نوسان میکند، وقتی در مکان x مساوی با 8 سانتی متر قرار دارد انرژی جنبشی آن 9 جول است. انرژی جنبشی آن وقتی در مکان x مساوی 4 قرار میگیره کار چنده؟ من اول از رابطه اولی ای رو پیدا میکنم، چون دامنه رو دارم دیگه، میتونم بگم که کا به ای میشه چی؟ a2 منهای x2 به روی a2. الان کا رو دارم 9، ای رو ندارم. a2 میشه 100 منهای 8 به توان 2 64 تقسیم بر 100. خب 100 منهای 64 میشه 36، با 9 ساده میشه 4، ای میشه 25. دوباره پایین اینو می نویسم، این دفعه ای رو دیگه دارم، a2 منهای x2 به a2، این دفعه کار رو می خواهیم، یعنی قراره ببینیم تو فاصله 4 سانتیمتری کار چنده، پس میشه a2 که میشه 100 منهای 16 به روی 100. خب 100 منهای 16 میشه 84، 25 هم با 100 ساده میشه 4، 84 به روی
4 کا میشه چقدر؟ 84 به روی 4 میشه 21.